یه ویدیو داریم معرکه از 0 تا 100 مرحله سیمکشی برق ساختمان. تو این ویدیو میخوام بهت بگم که سیمکشی ساختمان رو کی باید شروع بکنی، به چه ابزارهایی نیاز داری و اصلا چجوری باید انجامش بدی. یه ابزار خیلی خفن هم میخوام بهت معرفی بکنم که مطمئنم خیلی ازش خوشت میاد. تا انتهای ویدیو با من همراه باش. بزن بریم. اولین نکته اینه که سیمکشی ساختمان اصلا کی باید شروع کنیم، چه موقعی وقتشه و اصولی ترین زمان برای شروع سیمکشی ساختمان کیه. ببینید، ما زمانی باید سیمکشی ساختمان رو شروع بکنیم که اطمینان داشته باشیم به سیمها آسیبی وارد نمیشه. چه زمانی میتونیم به این اطمینان برسیم؟ زمانی که به لوله هامون آسیبی نرسه، یعنی برای لوله هامون یه محافظی، یه پوششی در نظر گرفته باشیم، بعد سیمکشی شروع بکنیم. ببینید، زمانی که توی کف میخوایم سیمکشی رو انجام بدیم، باید حتما روی لوله هامون پوشیده شده باشه، حالا با ملات سیمان مثلا مایچه کشی شده باشه یا نه اصلا کلا کف سازی شده باشه، سرامیک شده باشه. فقط به این نکته دقت بکنید که اگر میخواید بعد از سرامیک، بعد از کف سازی سیمکشی رو انجام بدید، باید حتما مطمئن باشید که لولاتون سالمه. بهتره زمانی که لوله کاری رو انجام دادید روش مایچه بکشید و اون موقع فنرزنی و نخکشی انجام بدید و نخا رو بذارید تو لوله بمونه. بعدن توی مرحله حالا آخر کار که خواستید کلید پلیز ببندید، برید سیمکشی رو انجام بدید. ولی اگر سیمکشی رو موکول بکنید به مرحله آخر، امکان دارید دیگه تو اون مرحله یه مسیری در واقع لولش آسیب دیده باشه و سیمش رد نشه. پس حواستون به این نکته خیلی باشه. مهمترین قسمتی که معمولا لوله ها خیلی اونجا آسیب میبینن همون کف واحده. حالا روی دیوارها هم بهتره که مثلا یه پوششی ایجاد شده باشه، مثلا گچ شده باشه یا کاشی سرامیک روش انجام شده باشه که بخواید لوله کاری روی در واقع سیمکشی روی دیوار رو هم بخواید انجام بدید. و برای سقف هم بهترین زمان برای انجام سیمکشی زمانیه که همه پیمانکارا، همه افراد کارشون با سقف تموم شده باشه و دیگه توی سقف کاذب کاری نداشته باشن، و اون موقع شما بهترین زمان برای سیمکشیتونه، چون مطمئنید کسی بعد از شما دیگه کاری با سقف نداره و آسیبی به سیمها وارد نمیشه. دومین نکته‌ای که باید بدونید اینه که برای چه مسیرهایی چه سیم باید بکشید. ببینید، مثلا توی واحد مسکونی ما خب سیمکشی برق داریم، سیمکشی تلفن داریم، سیمکشی آنتن داریم، و برای روشنایی مثلا مدار متفاوتیه، برای پریزها مدار متفاوته. خب این برمیگرده به مرحله لوله کاریمون. ولی حالا ما لوله کاری رو انجام دادیم و میخوام سیمکشی شروع بکنیم. ببینید، ما توی یک واحد مسکونی از چه سیم هایی استفاده میکنیم؟ سیم 1.5، سیم 2.5، سیم 4 معمولا و سیم سایز 6. اینا میلیمتر مربع سطح مقطع سیم رو داریم میگیم. سیم 1.5 رو برای مصارف روشنایی استفاده میکنیم، از کلید تا چراغ. پس هر جایی که ما فنر زدیم و از کلید رفتیم به سمت چراغ، حالا اون چراغ میتونه لوستر باشه، چراغ دیواری باشه، هالوژن باشه، نور مخفی باشه یا هر نوع روشنایی دیگه، چراغ توی سرویس بهداشتی باشه، حتی فن و هواکش های سرویس بهداشتی هم تقریبا شامل همین دسته میشن. سیم 2.5 رو برای پریز ها میکشیم، برای پمپ ها میکشیم، برای روشنایی قبل کلید. یعنی چی؟ یعنی از کلید تا جعب فیوز یا ارتباط بین کلید ها. سیم 4 رو برای کولر گازی ها استفاده میکنیم و سیم 6 رو برای ورودی اصلی برق. پس سیم 4 برای کولر ها و سیم 6 هم ورودی اصلی برق ما، یعنی از جعب فیوز تا کنتور اون ساختمان. سیم 2.5 ما در واقع کولر آبی رو هم داریم قبل از کلید کولر آبی، یعنی تغذیه کلید کولر آبی با سیم 2.5، بعدش از کلید کولر تا در واقع خود کولر از کابل 5.5 استفاده میشه برای کولر آبی از کلید تا کولر. بعد سیم دو زوج داریم، برای تلفن استفاده میشه
سیم 4 یا 6 زوج داریم برای آیفون استفاده میشه. سیم آنتن داریم، سیم کوآکسیال میکشیم برای پریز های آنتن. حالا نحوه سیم کشی هر کدوم از اینا میتونه ویدیو مفصل باشه که اگه دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید، حتما در موردش توضیح میدیم. پس ما باید به ترتیب سیم کشیمون رو انجام بدیم. چرا؟ چون نمیتونیم یه دفعه این حجم از سیم و کابل رو بریزیم وسط واحد، بخوایم همه رو مخلوط و در هم سیم کشی بکنیم. بهتره که مثلا سیم 1.5 رو بیاریم تو واحد، هر مسیر سیم 1.5 داریم همه رو سیم کشیش رو انجام بدیم، جمعش بکنیم، بعد سیم 2.5 رو بیاریم تمام مسیرهای 2.5مون رو سیم کشی کنیم. همینجور سیم 4، سیم 6، مثلا سیم 6 از جعبه فیوز میخواد بره تو کنترل. خب یه ساختمون 10 واحد داریم، بهتره که یک بار همه واحدا رو سیم کشی 6ش رو انجام بدیم، یا همه واحدا رو یک بار سیم 4ش رو بکشیم برای کولر گازی، مثلا میخواد بره رو پشت بوم، یا مثلا میخواد بیاد رو پنل داخل واحد، یا مثلا برای کولر آبی همینجوری یک بار انجام میدیم. سیم تلفن رو یک بار بیاریم تو واحد، سیم کشیش رو انجام بدیم، جمعش بکنیم. پس مرحله به مرحله باید سیم کشی رو انجام بدیم، پس مرحله به مرحله هم باید فنرزنی انجام بدیم. پس یاد گرفتیم که سیم کشی رو چجوری و طبق چه روندی پیش ببریم و چجوری انجامش بدیم. حالا برای اینکه شما مثلا برید توی واحد و سیم های 2.5 رو بکشی، بعد همه اون لوله هایی که سیم 2.5 میخوای توش بکشی و شناسایی کنی، پیداشون کنی، فنره رو بزنی، اون فنر آهنی سنتیه رو، و سیمتو بهش ببندی و بکشی، که احتمالا این کار رو یا دیدین یا خودتون انجام دادین. حالا من میخوام بهتون یه روش یاد بدم که خیلی سرعت بیشتر و بالاتری داره، استفاده از دستگاه فنرزن بادی. فکر میکنم تو یک ثانیه نقصنی انجام شد. شما با استفاده از این دستگاه یک بار تمام لوله های داخل واحد تو، فارغ از اینکه چه در واقع سیمی میخوای توش بکشی، میتونی نخ توشون رد بکنی و اصلا اون نفری که داره نخ رد میکنه از اون باید بره بیرون، دو نفر دیگه بیان به نخ ها سیم ببندن و بکشن. پس با این روش دیگه اون فنر آهنیه رو اون دو نفر میذارن کنار، تونتون سیماشون رو میبندن به نخ و میکشن و خیلی سرعت کار رو میبره بالا. توی چند دقیقه میشه تمام لوله های یک واحد رو نخ رد کرد. حالا بریم نحوه عمل کردش و مزایا و معایبش رو با هم دیگه ببینیم. اگه تا اینجای ویدیو از دیدن این ویدیو خوشت اومده و این ویدیو رو دوست داشتی، حتما ویدیو رو لایک کن، کانالمون رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. اولین مزیتی که داره نسبت به فنرزنی به روش قدیمی یا همون سنتی خودمون با فنرهای فلزی اینه که سرعتش خیلی بیشتره. همینجوری که اول ویدیو دیدی، توی مسیر پرپیچ و خمی مثل اینکه 3 تا خم توش استفاده شده، کمتر از 2 ثانیه فنرزنی انجام شد. حالا یه مسیر دیگه هم میتونیم باز با هم دیگه ببینیم. فکر میکنم تو یک ثانیه نقصنی انجام شد. یکی دیگه از مزایاش اینه که تو مسیرهای خیلی طولانی مثل این، الان ببین از اینجا سیم آنتن اومده رفته توی باکس، از باکس رفته توی پشت بوم. حالا تو خیلی از پروژه ها شما شاید باکس نداشته باشید و مستقیما این سیم بخواد تا پشت بوم بره، یا اصلا یه مسیر دیگه خیلی طولانی و پرپیچ و خم دارید توی پروژه، خیلی ساده، آسون و سریع با استفاده از این دستگاه میتونی فنرزنی تو انجام بدی و سیم کشی تو انجام بدی. مثلا اگه کار دوربین مدار بسته انجام میدی، توی فضاهای خیلی بزرگ شاید با استفاده از لولای پلی‌اتیلن توی زمین یا روی دیوار لوله کشی کردی، 100 متر، 150 متر به راحتی با استفاده از این دستگاه میتونی براشون فنرزنی انجام بدی و سیم دوربینتو بکشی. یکی دیگه از نکات مثبتی که این دستگاه داره اینه که توی بعضی از پروژه ها به دلیل سختگیری بیش از حد ناظر و طبق مقررات ازتون میخوان که شما فنرزنی به روش سنتیتون انجام بدید، ولی به جای اینکه سیم کشی بکنید نخ بندازید توی لوله هاتون. احتمالاً این نکته رو دیدید توی خیلی از پروژه های بزرگ، این اتفاق شاید براتون افتاده باشه. خب توی این شرایط کارفرما باید برای شما
نخ تهیه بکنه دیگه، درسته؟ خب شما فنر سنتی رو بزنی، بعد دوباره نخ بهش ببندی، نخ رو جایگزین اون بکنی. خب با استفاده از این دستگاه هم میتونی بگی کارفرما نخ رو خودش تهیه بکنه، همین که دیگه سرعت چند برابر شده و نیازی به در واقع فنرزنی به روش سنتی هم نداری و یه اجرت نخ اندازی هم میتونی در کنار اجرت سیم کشید داشته باشی. یکی از معایبش مصرفی بودن لوازمشه، مثل این نخ و ابر. ابری که خود تولید کننده براش گذاشته، خب یه چند تا تیکه ابر خیلی کوچیکه، ولی شما میتونید از هر نوع فوم و ابر نرمی برای این کار استفاده بکنید. نخش باید حتما نخ مخصوص خودش باشه، خیلی نخ مقاوم و محکمیه که در واقع توی سیمکشی ها پاره نشه و مقاومت کششی خوبی داشته باشه. ولی یه نکته میخوام بهتون بگم که با استفاده از این نکته توی مصرف نخ خیلی صرفه جویی میکنید و شاید بهتون بگم مصرف نختون یک دهم میشه. که میگن با این روش ما باید نخ بخریم و در واقع هزینه زیادی بابت خریدن این نخ ها پرداخت بکنیم. ببینید الان همکار من با همین نخی که یک بار سیمکشی شده و استفاده شده، اینجا یه مسیر دیگر رو برامون میکشه. فکر میکنم تو یک ثانیه نخزنی انجام شد. اگه دوست داری این دستگاه رو تهیه بکنی، لینکش رو براتون زیر ویدیو گذاشتم، میتونی با استفاده از اون لینک این محصول رو از دیجیکالا خرید بکنی. این روش اتصال زدن نخ به سیم و کابل هایی که حالا میخواید بکشید، حتما باید خیلی محکم اتصال بدید که نخ از اینجا در نیاد. تنها محلی که در واقع باعث قطع شدن ارتباطتون میشه همین نقطه است. هیچ به هیچ عنوان نخ پاره نمیشه. ببینید این اتصال رو اگر محکم بزنید دیگه مشکل دیگه ای نخواهید داشت. حالا همکارم زحمت میکشه از اون طرف نخ رو بکشه. ببینید به راحتی همینطور که میبینید به خاطر پیچ و خمای زیادی که در واقع مسیر لوله داشت، یه مقدار سفت هم میومد، ولی باز هم نه نخ پاره شد نه اون اتصالی که زده بود.